دو سرنشین یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی منطقه دیپلماتیک کابل روز یکشنبه به ضربه گلوله نیروهای انتظامی افغانستان کشته شدند. عملیات خونسا کردن بمب‌های جاسازی شده در این خودرو توسط پلیس و نیروهای خارجی انجام شد. روز یکشنبه همچنین دو خودروی بمب‌گذاری شده، یکی در نزدیکی یک مرکز نیروهای امنیتی در شهر جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، و دیگری در نزدیکی یک مرکز پلیس در شهر پل علم، مرکز ولایت لوگر در شرق افغانستان، و هر دو در مرز این کشور با پاکستان منفجر شدند. بر اثر این انفجارها دست کم 3 نفر جان باختند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، در پیامی مسئولیت این دو حمله را بر عهده گرفت.